حمله تمام عیار تمیماسی بالای احمد مسعود. به نام خدا با عرض سلام، بازم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چنل کابلو آیز. تقاضا می نماییم که تا آخرین خبر و مهم را بوده چنل ما را سابسکرایب نمایید. تمیم آسی در برگه تویتر خود می نویسد: احمد مسعود به صورت مستقیم و غیر مستقیم در دو دهه اخیر شریک قدرت بوده است. خاندان سیاسی احمد مسعود سهامداران قدرت در 4 دهه اخیر و مخصوصا در نظام جمهوریت بودند. دو کاکا احمد ضیا مسعود، معاون رئیس جمهور و سفیر افغانستان در مسکو، و احمد ولی مسعود، سفیر دائم الامر و کاندید ابدی ریاست. اکثریت سران جبهه مقاومت تاجیکستان و ترکیه نشینان سهامداران قدرت 4 دهه پسین نبودند. اینها چهره های بازیافته اند که بار بار امتحان خود را دادند، چیزهایی که من و یک تعداد دیگر در تراز یک و دو حکومت از اینها می دانند شما می دانستید. حالا جهاد اکبر علیه اینها اعلام می کردید. اینها فاسدتر از آنند که تصورش را می کنید. بدتر و فاسدتر از اینها حوارین سیاسی اقتصادی فرهنگی این قماشند. این احمد مسعود بود که 2 سال پیش از سقوط جمهوریت با پول هنگفت در سرتاسر پنجشیر قرارگاه سازی و بسیج نسل دوم مقاومت را شروع کرد. پول این بسیج سازی و مصارف آن را که تأمین می کرد. پنجشیر با تمام قرارگاه سازی ها 11 روز دوام نیاورد و احمد مسعود دقیق مثل اشرف غنی با پشت سر گذاشتن یک عالم ابزار نظامی به شمول سلاح‌های انباشته پدر با هلیکوپتر فرار کرد. این یعنی اوج ناکامی سیاسی و نظامی است. با این حال احمد مسعود نتوانست در 2 سال پسین حتی خاندان سیاسی خود را برای سیاست و جنگ متحد کند. پنجشیر را بگذارید بجایش. سران پنجشیر تکه تکه و پارچه پارچه اند. بحث شمالی و افغانستان را کنار میگذاریم، چون آن سنگ خیلی بزرگتر است. بت‌سازی و افسانه بافی نکنید. هیچ کسی بت و کبوتر سفید نیست. تهدید هم نکنید. گپ برای گفتن زیاد است. بگذارید یک نسل نو با پیام نو، جاگزین شاهزاده ها، خانزاده ها، قمندانچه ها و اشرافیت جهادی و مقاومتی گردد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. با تشکر از اینکه تا آخرین خبر با ما همراه بودید، جهت حمایت کانال یوتیوب کابل آیز را سابسکرایب نمایید. تا خبرهای دیگر الله یار و مددگارتان.